سید وحید حقانیان که بیشتر به عنوان سردار وحید از وی نام برده شده یکی از مرموزترین مقام های حکومت جمهوری اسلامی از زمان رهبری علی خامنه است او به عنوان معاون امور ویژه دفتر خامنه ای و سایه رهبر شناخته می شود وحید به عنوان یکی از نزدیکترین یاران خامنه ای عملا کلید اسرار جعبه بیت رهبری است ویدویی که برای آخرین بار از حضور وی در بیت رهبری منتشر شد نشان داد که چقدر جنگ قدرت در رده های بالای جمهوری اسلامی بالا گرفته که این گونه سردار وحید در پخش زنده و مقابل دوربین های سیما با محافظ حلقه اول خامنه ای گلاویز و درگیر می شود پنج حوزه اخترای هم داریم خب همکنون مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در حسینیه حضرت امام خمینی رحمت الله حضور پیدا کردند و قراره که ایشون تا لحظات دیگر رأی خودشون رو به صندوق بیاندازند همکنون مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای شناسنامه خودشون رو به ماموران اجرای انتخابات ارائه کردند و قرار هستش که بعد از اجرای مراحل قانونی تا لحظات دیگر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای رأی خودشون رو به صندوق ها بیاندازند بله همکنون ماموران اجرای انتخابات در حال انجام تشریفات اداری هستند برای آماده شدن شناسنامه که حضرت آیت الله خامنه‌ای رأی خودشون رو به صندوق بیاندازن خب همکنون مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای دارن آماده میشن که رأی خودشون رو به صندوق بیاندازن این روزها ناپدید شدن یا به عبارتی عدم حضور او در کنار خامنه ای و حتی انظار عمومی این گمانه را ایجاد کرده که یا از دایره قدرت حذف و بی سر و صدا از کشور خارج شده و یا تحت بازداشت اطلاعات سپاه قرار دارد. چرا که در چندین ماه گذشته نام او در کنار پرونده های خاصی قرار گرفت که هاشیه های فراوانی به دنبال داشته. از جمله ماجرای افشای هویت فردی بسیجی به نام محسن سراوانی که به عنوان جوانترین مشاور بیت رهبری از طریق حقانیان به دفتر خامنه ای راه پیدا کرد اما بعدها به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت و اعدام شد در این مستند به جزئیاتی درباره نقش سردار وحید در بیت رهبری دلایل ناپدید شدن او و پیچیدگی مافیای قدرت در هسته نظام جمهوری اسلامی پرداخته ایم پس تا پایان همراه ما باشید قبل از هر چیز ازتون میخوام تا این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو بزنید تا از انتشار آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید. تنها اطلاعات تایید شده ای که درباره گذشته وحید حقانیان معروف به سردار وحید وجود دارد این است که متولد سال 1342 در تهران است و در سالهای اخیر همسایه دیوار به دیوار قاضی اعدام محمد محمدی ری و محمد محمدی گلپایگانی بوده او از معدود پاسدارانی است که بدون داشتن سابقه نظامی پس از عضویت از در سپاه دارای منصب فرماندهی شد در سال 64 فرماندهی گشت های انتظامی امنیتی سپاه پاسداران در تهران موسوم به گشت سارالله گردید. در جبه های جنگ نیز حضور داشت و در سال 66 در عملیات بیت المقدس سه از ناحیه شکم و پا مجروح شد. بنابراین بعدها توانست به عنوان جانباز نور چشمی بیت خامنه ای حد اکثر استفاده را به عنوان فرد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ببرد. تا قبل از هواشی اخیر او وبسایت های خبری فارسی زبان از وی به عنوان دست راست و مباشر اصلی علی خامنه ای یاد می کردند. در میزان نزدیکی او به رهبر باید گفت او کسی بود که در مراسم تنفیز دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در میان تعجب همگان حکم تنفیز را به دست خامنه ای داد تا به احمدی نژاد تحویل دهد. در اصل هاشمی قرار بود به عنوان رئیس مجمع حکم را به خامنه ای بدهد ولی او از سر لجبازی به مراسم نیامد و خامنه ای از همان روز کینش را به دل گرفت وحید در مراسم تحلیف احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی هم حضوری بسیار پر رنگ داشت و در ردیف اول مجلس دقیقا در مرکز فرماندهان رد اول نظامی قرار گرفته بود به طوری که به نظر می رسید دارای مقامی بالاتر از تمام نظامیان حاضر در آن محفل نظیر فیروز آبادی و جعفری است. پس از هواشی انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 که منجر به خیزش اعتراضی جنبش سبز شد وی به عنوان معاون ویژه بیت رهبری از عاملین سرکوب اعتراضات دانشجویی و مردمی بود. به گفته محمد حسین ترکمان عضو پیشین سپاه حفاظت ولی امر درباره فرماندهی سپاه سارالله در برخوردهای خشن با معترزین انتخابات 88 حقانیان یکی از فرماندهان کلیدی آن روزها بود. در واقع سپاه سارالله و محمد رسول الله در آن سالها توسط مشتبه خامنه ای و حقانیان سازماندهی می شدند. در حقیقت اقدامات فراقانونی وحید حقانیان قطعی از یک پازل بزرگتر است که می آن را جنگ بین نسل اول و دوم دفتر رهبر جمهوری اسلامی برای کسب مقام سخنگویی خامنه ای و تصاحب جایگاهی مهم در هسته قدرت توصیف کرد. در دفتر رهبر حکومت ایران که ساختار و روابطی به شدت پنهان و پیچیده دارد مدیرانی که اغلب سابقه امنیتی دارند از ابتدای حکومت علی خامنه ای به عنوان نسل اول و زیر سایه مشتبه خامنه شناخته می شوند. در همین رابطه می توان از پانزده نفر به عنوان افراد کلیدی دولت پنهانی خامنه نام برد. چرا که سالها زمامداری او نشان حکمرانی مطلقه بر جمهوری اسلامی و تسلط وی بر هر دولتی است که تا این زمان شناخته شده است تعدادی از این افراد عبارتند از محمد محمدی گلپایگانی نیروی اطلاعاتی دهه 60 و رئیس دفتر و پدرخوانده ستاد اجرایی فرمان امام علی اصغر حجازی معاون پیشین وزارت اطلاعات و مسئول ارشد اوضای سیاسی دفتر رهبری علی مقدم که امور مذهبی بیت را تحت کنترل دارد محمد جواد ایروانی که حسابرس نهادهای اقتصادی رهبری است حسین محمدی که بر صدا و سیما نظارت دارد علی شیرازی که رابط رهبر و نیروهای نظامی است و وحید حقانیان که به عنوان مسئول امور پیگیری های ویژه و تنظیم کننده مناسبات پیدا و پنهان دفتر علی خامنه ای بود. از ویژگی این افراد بلخص حقانیان این است که اغلب به شکلی مرموز فعالیت می کنند و شبکه از زیر دست های امنیتی و اطلاعاتی در اختیار دارند. همچنین کمتر در رسانه ها ظاهر شده‌اند و با وجود فراز و نشیب های سیاسی گسترده توانستند موقعیت و نزدیکی خود را به مرکز کانون قدرت رهبری حفظ کنند. در طی دو دهه گذشته بر اساس گمان زنی های سیاسی همواره سایه مشتبه خامنه ای عنوان چهره ارشد و پشت پرده بیت رهبری بر سر این نسل از مدیران بوده است در کنار مشتبه علی اکبر ولایتی مشاور امور بین المللی رهبر غلام علی حداد عادل پدر مشتبا و مشاور عالی رهبر و حسین فدایی چهره نزدیک به مشتبا و رئیس دفتر بازرسی رهبر نیز در این حلقه از قدرت قرار دارند. نسل دوم چهرهای دفتر رهبری که در رأس آنها مسعود و میسم دو پسر دیگر خامنه ای قرار دارند در 16 سال اخیر با راه دفتر نشر آثار و سایت خامنه ای نشریه خط ازبالله و مدیریت شبکه های اجتماعی در هماهنگی با رسانه های سپاه پاسداران تبلیغات و تصویرسازی از رهبر را انجام میدهند و در تلاش برای ایفای نقش سخنگوی وی هستند سخنگوی رهبر بودن نقشی است که در سالهای گذشته بسیاری از افراد این حلقه خواستند بر عهده بگیرند تا از برکات آن در قالب کسب قدرت و رانتهای بزرگ بهرهمند شوند بنابراین اهمیت نزدیکی وعید اقانیان به خامنه و تضعیف نفوذ او توسط رقبایش بیش از پیش آشکار می شود. در سال 94 که دفتر نشر آثار خامنه نشریه اینترنتی خط حزب را منتشر کرد، اصولگره های جوانتر از تحلیل های آن نشریه درباره برجام براشفتند، آن را خیانت خواندند و نوشتند هنوز زبان رهبر از کار نیفتاده که برخی میخواهند تحلیلشان را تحمیل کنند. آنها عامل این فتنه را حلقه X و باند Y می دانستند که به روایت آنها توسط محمد حسین صفار هرندی وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد تشکیل شده بود. از طرفی حسین شریعت مداری مدیر مسئول تندروی روزنامه ی کیهان که توسط خامنه ای به این پست گمارده شده و به تکتیر انداز رهبر شهرت دارد سالیان متمادی به صورت تلویحی نقش را بر عهده داشته. اما در زمان تصویب برجام محمد سعید اهدیان از اقوام همسر رهبر که بعدها دستیار غالیباف در مجلس شد در روزنامه خراسان یادداشتهایی در حمایت از برجام و نقد شریعتمداری مداری نوشت تا بگوید که ایهان دیگر بلندگوی اختصاصی خامنه ای نیست همچنین در یادداشتی توسط وعید اقانیان حسین شریعتمداری مداری هدف انتقاد قرار گرفت شریعت مداری قبلا نوشته بود باید محسن رضایی و امیر حسین قاضی زاده نیز مانند جلیلی و زاکانی به نفع ابراهیم رئیسی انصراف میدادند اما حقانیان نوشت این حرفها تحلیل و افکار خاص بوده و آن را همسو با تبلیغات دشمنان عنوان کرد این دعواهای ریز و درشت نشان میدهد که هرچه از عمر بیت رهبری گذشته سخنگوی رهبر بودن به یک موضوع چالش برانگیز تبدیل شده است فراتر از بحث سخنگویی هرگاه حادثه رخ داده و نامی از بیت به میان آمده آن نام به عنوان نماد اراده خامنه ای تفسیر شده است. در سال 88 که حقانیان شکایت میرحسین موسوی را از زبان نماینده شنید یا سال 94 که علی اسخر حجازی شب قبل از تصویب برجام با لاریجانی و شمخانی جلسه گذاشت و نحوه تصویب 20 دقیقه برجام را در مجلس هماهنگ کردند باز هم نقش حقانیان به عنوان بازوی رهبری دیده شد حسین سازور که به عنوان هماهنگ کننده مدهان بیت لقب گرفته است روزگاری در توصیف وعید حقانیان گفته بود که او ببر دفتر آقاست و نمیگذارد ها دفتر را ببلند در ماجرای انتخابات نیز حقانیان قصد داشت با انتشار یادداشت و نقد انتخاباتی بار دیگر خودش را در مقام مفسر و بازگو کننده نظر رهبر حکومت نشان دهد اما رسانه سپاه برای او خط و نشان علنی کشید و گفت تا زمانی که وی چون این مسئولیتی در بیت بر عهده دارد چون این نقدی زیانبار است. به روایت رضا علیجانی فعال ملی مذهبی سابقه آشنایی وحید حقانیان با علی خامنه ای به سالهای 59 و 60 برمی گردد. حقانیان در این دوره راننده عبدالله جاسبی عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی بود و بعد از مدتی راننده علی خامنه شد. لازم به یادآوری است که در تاریخ جمهوری اسلامی راننده هایی که به مناسب مهم رسیدند کم نبودند. نمونه آن محسن رفیق دوست راننده موقت خمینی و مشهور به سردار رانندگی است که تا تصاحب ریاست بنیاد مستضعفان که یکی از بنگاه های مهم اقتصادی حکومت و سپاه محسوب می شود پیش رفت. نمونه اخیر آن نیز محمد شریف ملکزاده راننده محمود آشمی شاهرودی بود که تا مقام معاونت ریاست جمهوری در دولت احمدی نژاد هم رسید. از حقانیان تصاویر پراکنده ای در سالهای 68 و 71 وجود دارد. ولی تصویر اصلی او را ابوالفضل فاتح مشاور میرحسین موسوی در خرداد 88 ترسیم کرد و گفت وقتی نامه محرمانه موسوی را برای رهبر بردم، نامه را تحویل وحید اقانیان دادم. او گفت برای چگونگی اعلام شماره را به وزارت کشور تذکر داده ولی احمدی نژاد برنده است. نقش وحید و حضورش در کنار رهبر در آن دوران به شدت پررنگ بود. از کو پیمایی خامنه ای در اردی بهشت 88 در کردستان تا مراسم تنفیز احمدی نژاد در 13 مرداد 88 که برخلاف رویه مرسوم حقانیان از پشت پرده آبی به روی سن آمد بین سران قوا ایستاد و حکم تنظیف را داد. در خورداد 89 نیز در جریان برهم خوردن سخنرانی حسن خمینی در مقبره پدر بزرگش مشخص شد که حقانیان نقشی محوری در تصمیم گیری مرتبط با بیت خامنه ای دارد تا جایی که دبیر ستاد مرکزی بزرگ داشت روح الله خمینی نامی به سید حسن خمینی نوشت و به تماس تلفنی خود با سردار وحید در ایام نوروز 89 و نقش مهم او در جلسات برگزاری مراسم سالگرد اشاره کرد در آبان 89 حقانیان در جلسه هیئت دولت احمدی نژاد در شهر قوم و در مقام نماینده ویژه رهبر حاضر و ناظر بود در اسفند 89 نیز وبسایت سهام نیوز خبر داد که وی فرمانده بازداشت و انتقال مهدی کروبی و همسرش فاطمه کروبی بوده است این فراز و ها باعث شد تا حقانیان در کانون توجه قرار گیرد پیش از آن از علی اسخر حجازی به عنوان مرد در سایه بیت رهبری نام برده می شود. اما اکنون حقانیان به این لقب شهرت یافته بود. به این ترتیب در هر مراسم مهمی در کنار رهبر جمهوری اسلامی دیده میشد، حتی در لحظه گریستن خامنه بر تابوت آشمی در دی ماه 95 که حقانیان در کنار وی بود. با بررسی این موارد می تواندید که به مرور نقش او در امور اجرایی مربوط به رهبر حکومت برجسته تر شده بود. از سال 95 که از ساختمان فرو ریخته پلاسکو بازدید کرد و اندکی بعد که به محل حادثه معدن آزاد شهر در استان گلستان رفت. حتی مراسم بریدن کیک برای تقدیر از محمد باقر غالیباف که در کنار حسن خمینی ایستاده بود یا در مراسم خاک سپاری محسن حججی که در صف اول نشسته بود حضورش به عنوان نماینده ویژه رهبر خود نمایی می کرد. البته گاه این نمایندگی شکل رسمی تری به خود می گرفت. مانند دیدارش با وزرای صنعت و ارشاد دولت روحانی برای ابلاغنامه خامنه ای درباره بحران کاغذ. یا رفتنش به کرمانشاه برای سرکشی به زلزل زدگان اولین مصاحبه علنی وحید اقوانیان در اعتراض به سخنان اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی درباره فرو ریختن خانه های مسکن مهر در کرمانشاه بود او سخنان جهانگیری را سیاسی بازی خواند و گفت که خدا لعنت کند آقای جهانگیری را به تنارمه کامل آمده کن شروع کاریا و سیاسی بازیش و هر چیزی که سیاسی بشه همین داستاناتش پیدا میشه با دستانه دیگه یعنی این سیاسیش کردن زود شروع کردن از مسکر میره خدا لعنت کنه معاون اول رئیس جمهورهای های جهانگیری اولین تخم سیاسی روشون ایشون و زود اعلام کرد تو جلسه اقتصاد محمدی که آقا مسکن نمیره چه ربسی داره مردم گرفتاری دارن تو شروع کردی از مسکن نمیره بی خودی بعد میلیون ده میلیون آدم تو مسکن مهر اینا متزلزل بکنن هم مسکن مهر من خودم دیدم کارشناس اما دیروز 27 نفر از سازمان نظام مهندسی زنجان آمدن دیدم گفتن مشکل نداره سازمان اون نما لرزش داده هفت هفت و سه دهم به عبارتی بارتی هفت و شیش دهم خیلی وحشت نگه این تو خطش که قرار میگیره کنفیکون میکنه شایعاتی نیز وجود داشت مبنی بر آنکه شیرین نجفی که در پرونده رو بودن روح الله زم نقش اصلی را ایفا کرد پرستوی وحید اقانیان بوده است حتی شایعه شد که یک تیم برنامه ریزی برای ترور دونالد ترامپ تشکیل شده که اقانیان عضو آن آم بوده اما سرانجام پس از چندین سال حضور تنگاتنگ وی در کنار علی خامنه ای سهام نیوز نوشت وحید اقانیان دست راست رهبری بازداشت شده است از طرفی در شبکه های اجتماعی ویدئوی درگیری حقانیان با محافظان رهبر منتشر شد با این تحلیل که او دارد به هاشی رانده می شود و اسام الدین آشنا به حقانیان کنایه زد که از ایستادن در کنار بزرگان لزوما بزرگ نمی شود. این ماجرا تنها به خود وحید ختم نشد و خانوادهش نیز درگیر این هواشی مهم شدند. عکسی منتشر شد که نشان میداد پسر او با امیر تتلو معاشرت می کند. علی رزا نوریزاده هم مدعی شد برادر حقانیان همجنسگراست و روابط شخصی و مالیش باعث دردسر شده است. افراد نزدیک به احمدی نژاد نیز حکم ماموریت همسر حقانیان یعنی زهرا سادات علوی در شورای عالی انقلاب فرهنگی را منتشر کردند. همزمان عزت الله زرگامی درباره وی گفت وحید دادم خودسری است که در امور نهادهای خارج از بیت مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی دخالت می کند. با وجود انبوه این شایعات و نظرها از سال 88 نقش سیاسی و اجرایی وحید حقانیان نمود علنی یافته و توانسته بود موقعیت خیش را در دفتر خامنه ای حفظ کند. این در حالی بود که از سه سال قبل شایعی هست و بازداشت حقانیان قوت گرفت. اگرچه وقتی بشار اسد رئیس جمهور سوریه که مناسبات نزدیکی با بیت خامنه ای دارد در سفری ناگهانی و بی سر و صدا به تهران و دفتر رهبر رفت در جلسه ای که حتی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه وقت هم در آن حضور نداشت حقانیان در کنار مسئولان ارشد نشسته بود تا نفوذ و جای محکم خود را در نهاد رهبری به رخ رقبا بکشد اما با معرفی جوانی بسیجی یعنی محسن سرابانی به عنوان مشاور جوان بیت رهبری ورق برگشت چرا که بهانه به دست نهادهای امنیتی داد تا آن فرد را به عنوان جاسوس اسرائیل مورد بازجویی قرار دهند افشین قربانی میشانی و یک زن به عنوان پرستوی اطلاعاتی نیز در رابطه با این پرونده بازداشت شدند که افشین به ادام و پرستوی موساد به حبس ابد محکوم شد اگرچه به نظر میرسد که حقانیان در جلسات بازپرسی محسن سراوانی را قربانی کرد اما گویا همچنان مورد غضب اطلاعات سپاه و بیت قرار دارد. حقانیان تا قبل از انتشار خبر اعدام محسن سراوانی و بعد از یک سال غیبت در تاریخ 25 مهر ماه 1402 در مراسم ترحیم برادرش در ملعه عام ظاهر شد. در این مراسم که تمام پسران خامنه حضور داشتند، حقانیان به عنوان صاحب مجلس مقابل درب ورودی از میهمانان استقبال می کرد. آخرین تصویری که از حقانیان منتشر شده است، مربوط به دیدار هیئت دولت با خامنه ای در بیت رهبری است که با ظاهری شکسته و در سندلی های آخر در کنار رئیس صدا و سیما قرار گرفته است. برخی معتقدند با توجه به آنکه وی گنجینه اسرار بیت رهبری به ویژه خامنه ای بوده، نهادهای امنیتی ریسک قتل او را امتحان نکردند. چرا که معمولا چنین افرادی برای آنکه در امان بمانند، همواره اطلاعات مهرمانی خود را در اختیار افراد دیگری قرار میدهند تا در صورت احساس خطر، این اسناد منتشر شود. به همین دلیل احتمال آنکه خبر مرگ یا خروج او از کشور منتشر شود، دور از ذهن نیست. برخی نیز معتقدند وی تحت نظارت شبان روزی اطلاعات سپاه است. با این وجود بعید نیست دوباره در کنار رهبر جمهوری اسلامی و با پست مدیریتی دیگری دیده شود. آنچه که مهم است نتیجه جنگ قدرت در درون هسته حکومتی است که تابان آن را مردم ایران با سوء مدیریت و رانتخاری مقامات و انتصاب های خسارت بار مهره های نظام جمهوری اسلامی پرداخت می کنند. سپاس که تا پایان این مستند همراه بودید لطفا با اشتراک گذاری این ویدیو در انتشار آگاهی سهیم باشید و نظرات ارزشمند خود را برای ما بنویسید